ما باید برای نجات اقتصادمون چند تا کار کنیم. این حرفایی که به شما میزنن آقا فردا تحریم ها لغو میشه و وضع اقتصاد خوب میشه، اینا هیچ کدومش قابل اعتنا نیست، باور نکنید. اینا ژورنالیسم، فضاسازی تبلیغاتی و سیاسیه. حرف رهبر انقلابی بوده آقا مذاکره فقط برای انرژی هسته‌ای. دوستان امروز سخنرانی کردن گفتن اونایی که فکر میکنن ما فقط برای انرژی هسته‌ای مذاکره میکنیم در اشتباهن. ما میخوایم همه مشکلات رو با جهان حل کنیم. این اولا در حد و قواره جناب عالی نیست که بخوای مشکلات رو در مذاکرات حل کنی. مملکت رهبر داره، قانون اساسی داره، حدودش تعریف شده. جنگ و صلح و قانون اساسی در اختیار رهبریه. خط و خطوط و حدود رو مجلس تعریف کرده. از اولم وقتی میگن آقا جان شما پای میز مذاکره میرید باید حدودتون رو رعایت کنید، معناش اینه که نیاد بگید آقا اصلا مهم نیست تو پرونده هسته‌ای چی در میاد، این مذاکرات مقدمه حل کردن خیلی مسائل دیگه است. مقدمه حل کردن چه مسائلیه؟ تو با آمریکا چه چیزی رو میخوای حل کنی؟ استناد میکنی به حرف امام دیگه. امام گفته آمریکا شیطان بزرگه. حل شده مشکل شیطان بودن آمریکا؟ فرموده آمریکا تروریست به ذاته. تروریست بودن آمریکا حل شده؟ فرموده آمریکا استکبار جهانیه. آمریکا دیگه استکبار جهانی نیست. فرموده آمریکا شیطانه، تروریست به ذاته، استکبار جهانیه و ام الفساد قرنه. دیگه آمریکا ام الفساد نیست. این چه ادبیاتیه که نمیدونم یه روز میام میگیم که آقا پلیس کاری به اسلام نداشته باشه، یه روز میام میگیم مردم ما نمیخوایم مردم رو ببریم به بهشت، بله داریم مردم به زور میبریم جهنم، پلیس دخالت در این کارا نکنه، صدای مراجع اعزام تقلید مثلا باید بلند شه. بعد یه روز میام میگیم که آقا کی گفته ما فقط داریم مذاکره میکنیم برای انرژی هسته‌ای؟ مذاکره میکنیم همه چیزو حل کنیم. نه دوست عزیز، حل کردن همه مسائل در حد اختیارات جناب عالی نیست. حرف جناب عالی در تعارض مستقیم با سخن رهبر این مملکت در پنجشنبه دو پنجشنبه گذشته بود که گفت آقا این تبریکا برای چیه میگید؟ فقط مذاکره برای انرژی هسته‌ای و با توجه به اینکه منافع آمریکا، منافع ما با آمریکا در منطقه در تعارض قرار داره، ما هیچ حرف دیگه‌ای با آمریکا نداریم. این چه حرفی امروز زده شده؟ این که چی به دست آوردیم و چی از دست دادیم و ولش کنید، فکت شیت رو ولش کنید، ما ازش عبور کردیم. دم اینو ببینید که بالاخره دیگه رفتیم نشستیم با طرف پای میز مذاکره. دوست عزیز همچین خبری نیست. همونطوری که تو این منطقه از سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه سیاست‌های ایالات متحده و اذنابش رو زمین گذاشتیم، ما تا خود آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی دست از پا بر نمی‌داری. لذا دیروز سه تا از مراجع اعزام تقلید متعرض این نکته شدن که کی گفته شما بگید که نیروی انتظامی نباید مثلا با اسلام کاری داشته باشه. صد دفعه گفتیم سیستم بانک ربویه، میگید بانک نباید با اسلام کار داشته باشه. چه کار دارید که ربویه؟ ربا مال اسلام و قرآنه، بذارید هر کاری میخواد بانک بکنه. آقا تو آموزش و پرورش و دانشگاه داریم سکولاریسم رو رقم میزنیم، اونا مال اسلامه، دانشگاه که نباید با اسلام کار داشته باشه. آقا در سیاست خارجی مراقب باشید با دشمن نزدیک نشید، اونا مال تو قرآنی که گفته مراقب باشید شیطان همونطوری که از تن پدر مادر شما آدم و حوا لباس رو درآورد از تن شما هم در نیاره، اون مال تو قرآنه. در عرصه سیاست ما باید رئالیست و واقع‌گرا باشیم. اگر شما رئالیست و واقع‌گرا هستید، چرا اجازه نمیدید مردم بدانن اقتصاد آمریکا و اروپا پاشیده؟ چرا رفتید آقای والرشتن رو آوردید تو ایران و بهش گفتید حق نداری بگی که اقتصاد آمریکا پاشیده و آمریکا در حال افوله؟ همون آدمایی که تو وزارت خارجه این حرفا رو بهش زدن و بعد روزنامه واشنگتن پست اینو تیتر کرد که والرشتن رفته تو ایران متخصص این که آمریکا داره میپاشه، بعد بهش گفتن ببین مبادا توی ایران بگی که لیبرالیسم در حال افوله و آمریکا در حال افوله.
که جامعه ما و جوان ما و مردم ما فکر کنن ما بدبختیم انقلاب کردیم دیگه، ما بیچاره ایم انقلاب کردیم، ما بیخود انقلاب کردیم، ما 35 سال بیخود با آمریکا رابطه نداریم، اینو رابطه رو ایجاد کنیم تا مشکلات ما حل بشه. همچین خبری نیست دوست عزیز، همچین خبری نیست. اگه رفتی نشستی پای میز مذاکره به حرفت گوش میکنن بابت اینه که دانشمندان تو این مملکت از خونشون مایه گذاشتن این مملکت رو هسته‌ای کردن. یه چیزی تو دست مردمه. روزی که دست شما بود سال 82 تحویل دادید رفتید، هیچی نبود. مملکت به 10,000 سانتریفیوژ رسید، مملکت به سوخت 20% رسید. اینو بردی گذاشتی رو میز مذاکره، حالا تحویلت گرفتن فکر کردی مثلا چون لبخند زدی. کی هم چی حرفی زده؟ اگر هیمنه و اقتدار قاسم سلیمانی و یارانش که هر روز داره تابوت جنازه هاشون میاد نباشه تو منطقه، کی به حرف تو صحنه جهانی گوش میکنه؟ مسئله ما اینه که دوستان حد و حدود اختیارات خودشونو در قانون اساسی رعایت کنن. قرار ما بر همدلیه، قرار ما بر همراهیه، ولی اگر قرار باشه ما یک روز موضعی بگیریم که هیته اختیاراتش، هیته اختیارات ولایت فقیه، هیته اختیاراتش در قانون اساسی فراتر از نظر دولته، اینجا دوستان همدلی رو چجوری میخواد تفسیر کنید؟ شما از دیروز تا امروز تونستید برید نظر مراجع اعزام تقلید رو که دیروز ناراحتشون کردید برگردونید؟ اون روزی که گفتید ما هیچ کاری با بهشت مردم نداریم، به ما چه مربوط که مردم رو ببریم به بهشت، یعنی رهاشون کنیم مردم برن جهنم دیگه، پس مقام مسئول تو حکومت دینی کارش چیه؟ کارش اینه که بذاره مردمش دچار انحطاط بشن. اینه که ما در جهتگیری آینده این تکلیفمون رو باید با این موضوع روشن کنیم. حالا به شما دوست عزیز جوان میگن آقا تحریم ها رو ور میدارن بعد از این مذاکرات مشکلات حل میشه. من سوال کردم اگر از این دیوار صدا در آمده از دولت مردان ما و از اقتصاددانان نزدیک به دولت ما، این پاسخ داده شده که اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی ما رو حل کنه، یونان که دیگه تحریم نبوده چرا اقتصادش پاشیده؟ ایتالیا که دیگه تحریم نبوده، اسرائیلو که به رسمیت شناخته، سر زناش که حجاب نذاشته، ولایت فقیه رو که نپذیرفته، دفاع از حزب الله لبنان که نکرده، دنبال سلاح اتمی نبوده، چرا ایتالیا دچار مشکل اقتصادش؟ اصلا چرا ایالات متحده که خودش که با خودش رابطه داره، خودش که خودشو تحریم نکرده، خودش که پشت سر رژیم صهیونیستیه، حجاب از سر زناشون که برداشتن هیچ، 89% صنعت پرن جهان مال اوناست. او چرا شهر دیترویتش پارسال فرو پاشید که 4 کارخونه عظیم حوزه صنعت خودروسازی یعنی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز اونجا بود؟ اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی حل کنه، چرا اینایی که ما رو تحریم کردن خودشون بدترین وضعیت اقتصادی رو دارن؟ فردای مذاکرات، فردای قول این که مشکلات توی رفع تحریم حل میشه، وقتی حل نشد که حل نخواهد شد، ما رسما بیانیه دادیم اعلام کردیم که آقا اگر کل مشکلات ما با غرب حل بشه، اصلا کلا حکومت قبلی رو برگردونیم تو ایران، آمریکا رو هم دستشو ببوسیم برگردونیم، اسرائیل هم برگردونیم، سفارتشو فعال کنیم. آقا ما اصلا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. تأثیرش تو تو اقتصاد ما 5% نیست، کلش. نه اینکه اینا گفتن یه تیکش رو تحریم ها رو حذف میکنیم، تحریم های مربوط به تروریسم و مربوط به موشکی و چیزای دیگه تون رو به قول معروف حفظ میکنیم، مشکلی حل نخواهد شد. عزیز من چرا به مردم قول بی خود میدید؟